کلمه ید رو دقت کنید، در این ویدیو توضیح میدم. وقتی که میخواید ید بنویسید، این مساحت که در گردش هست، این دیگه بیشتر از یک نقطه قلم نمیشه. حواستون باشه کلمتون بزرگ نشه. زاویه‌ای که قلم گذاشتیم اینجا بود، ولی با یه اشاره قلم حالتش رو عوض میکنیم که به سمت بالا باشه. خب اگر یه خط اینجوری بکشیم، اینجا ر بهش وصل بشه، یه ر نازک، یعنی اینجاش نازکتره، این میشه کلمه ید یا کلمه بد. اینجا یک نقطه قلم نی، اینم بالاتر از این قسمت باشه، به این صورت می‌نویسیم کلمه ید. خب اما کلمه مر، کلمه مر در حالت معمولی به این صورت هست که نصفش تقریبا بالای خط زمینه هست و به این شکل نوشته میشه. دقت کنید که یه چاک، یه شکاف این شکلی اینجا دیده بشه. حالا یه بار دیگه می‌نویسم. نگاه کنید، یه حرکت این شکلی. خب البته این در خطوط قدما ممکنه یه جور دیگه ببینید، ولی ما داریم شیوه معاصر کار میکنیم. بعضی از اساتید من دیدم که این رو یه کاری میکنن که این چاک و این شکاف اینجا یکم بیشتر دیده بشه. خب این مر که نوشتید، میریم سراغ کلمه مرغ که فقط عینش مونده بگیم. نگاه کنید، سر عین باید از جایی شروع کنید که نصف عین بیفته زیر خط زمینه، نصفش بالای خط زمینه. این مهمه، حتما به این نکته توجه داشته باشید. عینتون از خط زمینه پایین نیفته، حتما از بالاتر شروع کنید که نصف عین بالاتر از خط زمینه باشه، نصفش بیاد پایین خط زمینه. ببینید به این صورت. پس این نکات رو توجه داشته باشید که حالا مر رو باید از جای شروع کنید که برسه به اینجا. خب یعنی وسط بیفته، این دو تا فاصله باید مساوی باشن. حالا من مجدد می نویسم به شکل دیگه که به شما یه راه نشون داده باشم، چون نمیشه صد بار بنویسیم که یه بارش درست بشه. که ما میایم اینجا مثلا اول اینو می نویسیم. این کار در اغلب موارد بهتر جواب میده و فنی تر در میاد. نگاه کنید، این اینو که شما نوشتید، اینو که اجرا کردید، میرید سراغ مر. خب ما از کجا شروع کنیم که بیاد اینجا؟ میتونیم با مداد هم بکشیم اون مراحل اول که دیگه کاری که انجام میدیم کار دقیقی باشه. اشکالی نداره شما از مداد و اینها کمک بگیرید که این دو تا فاصله منطقی تری به نظر برسن. اما کلمه نگیرند، یه خورده این کلمه رو دقت کنید، نکاتی داره خدمت شما عرض کنم. کلمه نگیرند و چند شکل میتونید بنویسید. یکیش اینه که با کافی بنویسید که الفی هست. خب طبیعتاً باید با رو جمع جورتر از بای همیشگی بنویسید و اگر بزرگ بنویسید کلمه ارتفاعش زیاد میشه. از اینجا یه ببر بهش متصل میکنیم به این صورت که این میره توی این بدنه، دیگه یکی میشه. خب حالا یه کشیده 7 الی 8 نقطه‌ای بهش وصل میکنیم به این صورت. اینا دیگه 9 نقطه نیستن. از اینجا با نوک سمت راست قلم
به سمت پایین حرکت میکنیم و یه جوری کمانی حرکت میکنیم که این انتهای یه ذره زخیمتر و یه ذره توپلتر بشه. یعنی اینجا توپله، اینجا نازکه، اینجا هم که کل قلمه. خب برای اینکه این ری خونده بشه، چون اگر این حالت باشه این ه خونده میشه، این ه هست این ری هست، حواستون باشه به این مسائل. اما سرکش میمونه که سرکش هم خب به این شکل بهش وصل میکنیم. اما یه جور دیگه هم میتونیم کلمه نگیرند رو بنویسیم به شکل کاف دالی، یعنی کافی که شبیه دال هست. خب عزیزانی که این ویدیو رو مشاهده میکنن، این ویدیو در واقع پشتیبانی کلاس های ما هست از هنرجویان عزیزی که میان کلاس. اصل سرمشق ها و محتوای آموزشی جداگانه براشون فرستاده میشه و بعد از اینکه تمرین میکنن ویدیوهاشون خطاشون رو میفرستن به این شکل، با ویدیو از خطهایی که فرستادن و از هنرجوها در واقع خطا رو که فرستادن تصحیح میکنیم و از هنرجوها پشتیبانی میکنیم. خب این کلمه نگیرند گفتیم رش به این شکل باشه. ند رو هم گفتیم. اما بریم سراغ کلمه دال، حرف دال. حرف دال رو با یک کلمه بزرگتر اجرا میکنم. دقت کنید، دو تا نقطه قلم نه که بگذارید به این صورت می‌نویسیم دال. اینا پاشنه دال، ببینید به این صورت. این باعث نشه که شما بیاد نقاشی کنید، من فقط میخوام حساستون کنم روی پاشنه دال که فردا دیگه اینجوری ننویسید، چون این درست نیست. پاشنه دال یه خورده سخته، باید تمرین کنید با این قسمت قلم سمت راست تمرین کنید، داخل دال یه نقطه جا بشه و ارتفاع یا قد دال هم دو نقطه قلم نی باشه. یه بار دیگه مر رو می نویسم که ابتدای ویدیو گفتم. ببینید این دیگه نقطه نیست، ببینید این تو اینجا نقطه هست، جوری از توی این عبور می کنیم که اینجا یه چاک، یک شکستگی، یک زاویه به ما بده. اینجا سر این هم انتهای ویدیو میگم دقت کنید که به این صورت پشت اینم با نصف قلم باشه. به این صورت سر این رو می نویسیم. عزیزانی که قصد دارن در کلاس های آموزشی شرکت کنن و از پشتیبانی کلاس ها بهره‌مند بشن، میتونن به شماره ای که در انتهای ویدیو هست پیام بدن تا پیام ثبت نام رو خدمتشون ارسال کنن.